دانشمندان توانستند یک کهکشان بسیار عجیب و یک سیاه‌چالی جدید را در دورترین نقاط فضا پیدا کنند، آن هم در لبه جهان قابل رؤیت، در جایی که هیچ چیز مثل این دو وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد. اسم اولین کهکشان پیلز دی جی است، یک کهکشان کوتوله. آنها از تلسکوپ بسیار معروف جیمز وب استفاده کردند و مکانی که هیچ کهکشانی نباید وجود داشته باشند را نگاه کردند. اما این را پیدا کردند. اما این یک کهکشان غیر طبیعی است، چون خیلی پیر، کم نور و خارخاری است. تقریبا به دوران اولیه کیهان میرسد. اما بسیار تنها و دور افتاده است. بسیار تنها. از هر کهکشانی و گروه کهکشانی فاصله گرفته است. مثل یک جزیره کوچک در وسط یک اقیانوس بی انتهای تاریک فضا. اما این کهکشان چگونه پیدا شد؟ چیزی که نباید وجود داشته باشد و چرا اینقدر مهم است؟ اصلا چگونه تا الان سالم و دست نخورده مانده؟ و این سوالاتی است که امروز در موردشان صحبت خواهیم کرد. این یک کهکشان کوتوله است. کهکشان کوتوله تنها چند میلیون تا 1 تا 2 میلیارد ستاره دارد. خیلی کم نور، کم جرم و نساخته شده است. شکل مشخصی ندارد. مثلا مثل رایشیری دیسک شکل نیست. این گونه کهکشان ها در همه جا هستند و به تعداد فراوان و معمولا به شکل گروهی در کنار هم هستند و یا در اطراف کهکشان های بزرگ میچرخند. مثلا رایشیری 50 کهکشان کوتوله در اطراف خود دارد. مثل ابر مجانی که کوچک و بزرگ. آنها بسیار مهم هستند. چرا؟ چون همین کهکشان‌های بزرگ مثل رایشیری اول از همین جاها شروع شدند و با ادغام بزرگتر شدند و دوم این که آنها کارخانه ستاره‌سازی هستند و با سرعت بسیار بالایی ستاره می‌سازند و سوم این که آنها منابع ماده تاریک هستند و می‌شود از طریق آنها رد پای ماده تاریک و پراکندگی آنها را پیدا کرد. معمولا حرکت و شکل آنها تحت تأثیر ماده تاریک قرار میگیرد، چون کوچک هستند و ماده تاریک آنها را به راحتی حرکت میدهد و تحت تأثیر خود قرار میدهد. اما همه کهکشانهای کوتولی یک شکل نیستند و برخی هایشان واقعا عجیب و غریب و ناشناخته هستند و این کهکشان یکی از آنهاست. کهکشان پیلز دی جی. این یک کهکشان کوتولی معمولی نیست و چند ویژگی بسیار منحصر به فرد دارد. اول، بسیار پیر و دور است. تقریبا 13.4 میلیارد سال نوری دورتر. پس یکی از اولین کهکشان‌های شکل گرفته است و شاهد رویدادهای بسیار خشن جهان اولیه بوده است. مثل دوره ریایونیزیشن، تولد اولین ستاره‌ها و شفاف شدن فضا. این کهکشان بسیار کم نور است و تنها 0.1% نور رایشیری را دارد و به همین علت کشف آن کار بسیار سختی بود. و در واقع اتفاقی کشف شد. در تصویر گروه کهکشانی وب کشف شد. دانشمندان یک نور بسیار ضعیف را در پس زمینه ی تاریک عکس وب پیدا کردند و متوجه شدند که آن یک کهکشان جدید است. یک کهکشان تا حالا دیده نشده. دوم این که این کهکشان بسیار دور افتاده است و در فاصله بسیار زیادی از هر کهکشانی و هر گروه کهکشانی قرار گرفته و توسط فضای خالی و تاریک محاصره شده. این جدید است، چون معمولا کهکشان‌های کوتوله اولیه در کنار هم با فاصله بسیار کم قرار دارند تا نهایتاً با هم ادغام بشوند و کهکشان‌های بزرگتر را بسازند مثل رایشیری. این کهکشان از همه اینها به دور است و هیچ ادغام، برخورد و هیچ حادثه‌ای برای آن روی نداده است. کاملا دست نخورده و خام مانده است. اما چگونه؟ اصلا چگونه به وجود آمده است؟ 100% یک اثر انگشت از انفجار بزرگ است. 100%. و حالا نوبت به خبر دوم میرسد. تلسکوپ جیمز وب دورترین و قدیمی ترین سیاه‌چاله را رصد کرد. اما تلسکوپ وب چگونه آن را کشف کرد و اصلا این سیاه‌چاله کجاست؟ این سیاه‌چاله و کهکشان میزبان در فاصله بسیار دوری قرار دارد. آن طرف تر از 13 میلیارد سال نوری، تقریبا نزدیک به 300 تا 400 میلیون سال پس از انفجار بزرگ. آن سیاه‌چاله در داخل یک کهکشان مشهور قرار گرفته است، GNZ11، دورترین و قدیمی‌ترین کهکشان، البته در این ناحیه از فضا. ردشیفت آن 11 است و کاملا تایید و تثبیت شده که به عنوان بیشترین ردشیفت شناخته می‌شود. البته در کنار کهکشان جادس GSZ13 که توسط وب مشاهده شد، که البته آن در قسمت دیگری از فضا قرار دارد
و ریچیفت آن 13.2 است. اما چهره جی ان زد 11 اصلا این شکلی نیست، یعنی به این شکل مشاهده نشده است. در اصل نور آن توسط لنزهای گرانشی به ما رسیده که تنها یک کمان و یا یک خط است، ولی توسط دستگاه‌های مخصوصی تبدیل به شکل واقعی شدند که شاید شکل واقعی باشند. این لنز در گروه کهکشانی مکس جی 114-95 به علاوه 22-23 مشاهده شد که 5 میلیارد سال نوری از ما فاصله دارد و نور کهکشان جی ان زد 11 و سیاه‌چاله آن را 50 برابر تقویت کرده است و شانس دیدن آن را هم 50 برابر بیشتر کرده است. با آنالیز تصاویر و طیف نوری کهکشان و سیاه‌چاله، وب توانست جرم، سرعت دیسک، فاصله، عمر سیاه‌چاله و خیلی چیزهای دیگر را به دست بیاورد. جرم آن سیاه‌چاله 1.6 میلیون جرم خورشیدی است. سرعت مواد ورودی به سیاه‌چاله 10% محدودیت ادینگتون است که سرعت بسیار زیادی محسوب می‌شود و حتی در حال نابود کردن خود کهکشان است، یعنی در هر سال 100 خورشید می‌خورد. و هر دوی آنها به عنوان دورترین ها شناخته می شوند و هر دوی اینها شاهد تولد کیهان بودند. پس از انفجار بزرگ فضا از یک مه هیدروژنی پر شده بود و این گاز با آیونیزه شدن باعث شفاف شدن فضا شد که 400 میلیون سال پس از انفجار بزرگ روی داد و تا 600 میلیون سال ادامه داشت که در کل 1 میلیارد سال پس از انفجار بزرگ می شود. این کشف مدل کیهانی موجود را نقض می کند، یعنی طریقه شکلگیری اولین سیاه‌چاله‌ها و طریقه رشد و پراکندگی آنها. بر طبق مدل‌های کیهانی ما، اولین سیاه‌چاله‌ها باید از انفجار اولین ستاره‌ها به وجود آمده باشند و باید به آرامی رشد کرده باشند و ادغام شده باشند. اما این سیاه‌چاله خیلی بزرگ، پرجرم و دور است و کلاً با تمامی چیزهایی که ما می‌شناسیم فرق می‌کند و کلاً هیچ توضیحی برای آن وجود ندارد و نشان می‌دهد که احتمالاً سیاه‌چاله‌های اولیه به شکل متفاوتی به وجود آمدند، شاید در یک توده گازی بسیار بزرگ فشرده و داغ که به جای تولد هزاران ستاره یک سیاه‌چاله بسیار غول‌پیکر را به وجود آورده است، یعنی یک سیاه‌چاله مستقیم به وجود آمده. این سیاه‌چاله پرنورترین و دورترین سیاه‌چاله موجود شناخته می شود و نشان می دهد که بسیار فعال است و یا در یک مکان بسیار شلوغ و پلوغ و بسیار عجیب و غریب قرار گرفته. اما در کنار این چند سیاه‌چاله بسیار دورتر هم هست که به تازگی توسط وب کشف شدند. آنها می توانند خیلی دورتر و خیلی قدیمی تر باشند، اما داستان از اینجا شروع می شود. این یک گروه کهکشانی است و این هم یک گروه کهکشانی دیگر است و این دو در حال برخورد و ادغام هستند. در این تصویر ما همین چیز داریم، از کهکشان‌های آبی رنگ که نزدیک و بسیار فعال هستند تا کهکشان‌های خاکستری و قرمز و زرد که کم نور، کم کار و بسیار سرد هستند. و یک چیز دیگر، یکی از بزرگترین و دورترین ستاره‌هایی که در یک خط قرمز رنگ دیده شده است. این یک کهکشان لنز شده است که در فاصله 11 میلیارد سال نوری از ما قرار گرفته و این هم یک ستاره بسیار بزرگ است، ستاره موترا، یکی از روشن‌ترین و بزرگترین و دورترین ستاره‌های تا حالا کشف شده. البته رکورد هنوز در دستان ستاره ایرندل است در کهکشان سانرایز آرک. این کهکشان توسط خوشه کهکشانی جلوتر لنز شده است و تقریبا 4000 مرتبه نورش تقویت شده. واقعا این لنزهای گرانشی یک پدیده بسیار کاربردی و خوب هستند و دنیاهای بسیار دور و چیزهایی که نمی‌شود دید را به نحوی به ما نشان می‌دهند. گفتی می شود این کمان حدوداً 10,000 تا 1,000,000 جرم خورشیدی دارد و به گفته مدیر تیم آن یک کهکشان نیست و به جایش یک گروه ستاره‌ای بسیار بزرگ است. البته شاید و شاید هم یک کهکشان بسیار کوچک و کم جرم و پر نور است. اما چرا ستاره‌ای به این بزرگی در اینجا حضور دارد؟ در واقع این مخلوطی از دو عکس جیمز وب و هابل است. آیا می توانید حدس بزنید که کدام متعلق به تلسکوپ هابل است؟ این یکی و این هم عکس جیمز وب است. در این یک کهکشان عجیب هست اینجا که در هر دو عکس رنگ آبی دارد. اما چرا؟ وب برای گرفتن این عکس 22 ساعت زمان صرف کرد، اما هابل 122 ساعت. یک چیز دیگر، 14 پدیده نورانی در این تصویر نامری شده است
به گفته دانشمندان تعدادی از آنها انفجارات ابرنو اختری بودند و تعداد دیگر ستاره‌هایی هستند که برای مدت کوتاهی لنز شدند و دیگر از محدوده لنز خارج شدند و خاموش شدند، نامری شدند. و این عکس بعدی است. در اینجا تلسکوپ وب از 4 گهواری ستاری عکس گرفته است. دو تا کوچکتر و متراکمتر و دو تای دیگر بزرگتر و پهناورتر و خاموشتر. گهواری ستاری چه است؟ گهواری ستاری ستارهای نوزادی هستند که ما بین 2 تا 3 میلیون سال عمر کردند و یک دیسک از مواد بسیار داغ در اطراف خودشان دارند و آن میچرخد و این دیسک نهایتاً به سیارات و سنگهای آسمانی و خیلی چیزهای دیگر تبدیل میشود. این 4 مورد همه ستارهای شکل خورشید هستند. اما هدف وب از این عکس‌ها چیست؟ برای فهمیدن چگونگی ادغام آب با سیارات و سنگ‌های آسمانی است و اینکه آب روی زمین از کجا آمده است و توانست چیز جالبی را نشان بدهد. سنگریزهای یخی و تکه‌های یخ بسیار کوچک که در بیرون این دیسک هستند توسط نیروی بسیار عجیب به داخل دیسک کشیده می‌شوند و این نشان داد که چگونه سیارات مثل زمین و خیلی از سنگ‌های آسمانی به صورت ذاتی آب در خود دارند. در پروسه بسیار باستانی وب دید زمانی که این یخ‌ها وارد محدوده گرم داخل دیسک می‌شوند یک حلقه از بخار آب را می‌سازند و این حلقه می‌تواند به سنگ‌ها و سیارات آینده بچسبد، جذب شود و احتمالاً زمین هم این گونه به وجود آمده است. البته این عکس‌ها یک شبیه‌سازی هستند ولی دقیقاً مشابه واقعیت ساخته شدند. تصویر بعدی دورترین ابر سیاه‌چاله را نشان می‌دهد. البته در جایی نامرئی است. این تصویر شامل دورترین ابر سیاه‌چاله است که تاکنون در پرتوی فروسرخ و ایکس شناسایی شده است و نتیجه آن چگونگی به وجود آمدن اولین سیاه‌چاله است. این تصویر مخلوطی از تصویر رصدخانه ایکس چاندرا و تلسکوپ فروسرخ وب است. این ابر سیاه‌چاله بسیار دور و در کهکشان UHZ1 قرار گرفته که خودش در پشت ابرخوشه کهکشانی ابل 2744 و یا همان خوشه کهکشانی پندورا قرار گرفته. خوشه کهکشانی بسیار بزرگ که در فاصله 3.5 میلیارد سال نوری قرار دارد. اما آن کهکشان و آن سیاه‌چاله در فاصله وحشتناک 13.2 میلیارد سال نوری قرار گرفته است، زمانی که کیهان تنها 3% عمر کنونی خود را داشته. تلسکوپ چاندرا 2 هفته تمام برای گرفتن این عکس صرف کرد و توانست نور یکی از ابر سیاه‌چاله بسیار غول‌پیکر در هسته یک کهکشان بسیار دور را به ما نشان بدهد و این سیاه‌چاله در حال خوردن است. در واقع با سرعت وحشتناکی در حال خوردن است. هر مواد، هر گازی که در اطراف خود است را به داخل خود می‌کشد و به همین علت اشیاء ایکس بسیار زیادی از خود تولید می‌کند و ما می‌توانیم آن را ببینیم. در عکس‌های اشیاء ایکس ما شعله‌های آتش را می‌بینیم، اما در عکس‌های فروسرخ نورهای موجود از ستاره‌ها و کهکشان‌ها را می‌بینیم که با ادغام این دو به چنین چیزی می‌رسیم، یک تصویر بسیار زیبا. این کشف نشان می‌دهد که چگونه برخی از ابر سیاه‌چاله‌های پرجرم، آنهایی که بیش از 1 میلیارد جرم خورشیدی دارند، درست پس از انفجار بزرگ به وجود آمدند. در اینجا 2 احتمال کلی است: یا از ابرهای بسیار فشرده به وجود آمدند و در همان ابتدا جرمی ما بین 10,000 تا 1 میلیون جرم خورشیدی داشتند، و یا از انفجارات اولین ستارگان به وجود آمدند و در ابتدا جرمی ما بین 10 تا 100 جرم خورشیدی داشتند. خب، بر طبق مداری که به دست آمدی، این سیاه‌چاله‌ها باید در اندازه‌های بسیار بزرگ به دنیا آمده باشند، حدوداً 100,000 تا 500,000 جرم خورشیدی، چون جرم الان آنها 10 تا 100 میلیون جرم خورشیدی است و این نشان می‌دهد که از انفجار ستاری به وجود نیامده‌اند، چون قوانین رشد سیاه‌چاله‌ای را نقض می‌کند. عکس بعدی یکی از مشهورترین ها است: صحابی خرچنگ، The Crab Nebula. تقریباً 6500 سال نوری از زمین فاصله دارد و چهره آن واقعاً زیباست. اما این چهره جدید آن است که وب به ما تقدیم کرد. هزاران رشته، هزاران تکه ابر، نورهای عجیب و هسته درخشان و فعال، همه در یک تصویر آسمانی تقریباً با هر تلسکوپی دیده شده است، اما هیچ کدام به این نمی رسد. واضح ترین نما از عجیب ترین پدیده آسمان.
این تصویر با دوربین‌های میری و نیرکم گرفته شده است که به معنای کیفیت بسیار بالای آن است. در اینجا دو تصویر داریم. سمت چپی متعلق به هابل است و سمت راستی وب. قضاوت در اینجا کار سختی است چون هر کدام زیبایی خاص خود را دارد. در وسط آن یک تبختر است، یک ستاره نوترونی، و این حالی آبی رنگ محصول طوفان‌های وحشتناک آن است. با سرعت زیادی در حال چرخش است و میدان مغناطیسی بسیار قوی آن ذرات و گازها و ابرها را به سرعت بسیار وحشتناک می‌رساند. و این هم عکس بعدی است، کهکشان M83 که با دوربین‌های میری و نیرکم گرفته شده است. با استفاده از این عکس‌ها می‌توانیم پراکندگی گازها و ستاره‌ها را در یک کهکشان در یک جا ببینیم. این کهکشان در فاصله 15 میلیون سال نوری و در صورت فلکی هایدرا قرار گرفته و در ظاهر و رفتار یکی از زیباترین و منظم‌ترین کهکشان‌های شناخته شده است. در واقع خیلی زیباتر و منظم‌تر از کهکشان رایشیری و اندرومدا است. و در نهایت به خبر بسیار مهمی رسیم. جیمز ویب توانست رکورد جدیدی به جای بگذارد. توانست دو کهکشان بسیار دور جدید را کشف کند. اولین به عنوان سومین رکورددار است و دومین به عنوان دومین رکورددار. دومین رکورددار دورترین کهکشان‌های کشف شده تا به امروز. اما چیزی بسیار عجیب‌تر در اینها کشف شده است. این کهکشان‌ها با هم کاملاً فرق می‌کنند که هر کدام یک قسمت فضا و یک پروسه جدا را نشان می‌دهد. کهکشان آن کاور Z12 خط فاصله صفر به عنوان سومین کهکشان فرادور شناخته می‌شود. یک کهکشان بسیار کوچک، متراکم و روشن، تقریباً 1500 سال نوری وسعت آن است. بسیار درخشان، آبی رنگ و داغ است، با دمایی در حدود 40000 درجه سانتیگراد، 8 برابر داغ‌تر از سطح خورشید و در هر سال 100 ستاره می‌سازد، یعنی در آخرین سرعت قرار گرفته. فاصله نوری آن با زمین 13.4 میلیارد سال است و الان در فاصله فضایی 32 میلیارد سال نوری رسیده است. یعنی درست 350 میلیون سال پس از آغاز کیهان شکل گرفتی و هست. احتمالاً جزء اولین کهکشان‌های شکل گرفتی در کیهان است. در ظاهر با کهکشان‌های دیگر فرق می‌کند و احتمالاً مثل یک ابر گرد و روشن و داغ است. اما مورد دوم کهکشان آنکاور Z13 خط فاصله صفر است که در فاصله 13.5 میلیارد سال نوری قرار گرفتی و در فاصله مکانی 33 میلیارد سال نوری قرار دارد. ردشیفت آن 13.02 است و درست پس از رکورددار اول، یعنی جادس GSZ13 خط فاصله صفر قرار گرفته که ردشیفت 13.2 دارد. اما کهکشان یاد شده بسیار عجیب است. بزرگ، کم نور و بسیار خاموش و اندازه آن 6000 سال نوری است. در ظاهر انگار که شکلی حلزونی دارد، اما غیر ممکن است چطور یک کهکشانی که در این فاصله در مراحل اولیه کیهان هست به شکل یک کهکشان مارپیچ که میلیاردها سال عمر دارد بشود؟ و این سوالی است که هنوز جواب ندارد. یک کیلونووا که برای اولین بار وجود عنصر تلریوم را نشان داد. این دومین رکورددار روشن‌ترین انفجار ثبت شده است. یک انفجار ستاره‌ای که از برخورد و ادغام دو ستاره نوترونی به وجود می‌آید. و آن برخورد چنان نور و ارتعاش تولید می کند که مثال نداشته و به همین علت به آن کیلونووا می گویند. چون هم نور مرئی و هم اشعه گامای وحشتناکی تولید کردی. در کل یک انفجار بسیار وحشتناک است. اسم آن GRB-230-307A است. اگر به این عکس نگاه کنیم می بینیم که یک کهکشان هم در آنجا هست. آن خانه آن دو ستاره نوترونی است. پس چرا آن ستاره ها در خارج از کهکشان هستند؟ حدوداً 120000 سال نوری از لبه کهکشان خود دور شدند. برخورد دو ستاره نوترونی با هم و یا کیلونووا بسیار کمیاب است و شکار آن بسیار سخت است. این انفجار اول توسط تلسکوپ فرمی در چند ماه گذشته دیده شد و حالا جیمز وب آن را با آینه‌های بسیار قدرتمندتر خود به ما نشان می‌دهد. به عنوان دومین رکورددار کیلونووا شناخته شد چون حدوداً 1000 برابر روشن‌تر از یک انفجار ستاره‌ای معمولی است و جالب اینجاست که نور انفجار آن تا 200 ثانیه طول کشید و به همین علت در گروه انفجارات اشعه گامای طولانی و یا لانگ گامری بورس قرار گرفت.
در این تصویر طیف نوری آن را می‌بینیم که یک عنصر بسیار سنگین و تا حالا دیده نشده را نشان می‌دهد. تلریوم. چنین انفجارات بزرگی می‌تواند عنصرهای بسیار سنگین را تولید کند، مثل طلا، تیتانیوم و حتی ایودین که در خون انسان هست.